چند دقیقه از بامداد دوشنبه میگذشت. مترو شهید حقانی علی‌رغم شب‌های گذشته که در این ساعات تعطیل بود، حالا محل اجرای اولین مانور پدافند غیرعامل با محوریت مقابله با عملیات تروریستی شیمیایی بود. مترو شهید حقانی در این آزمایش هدف یک عملیات تروریستی شیمیایی قرار گرفته. بلافاصله برابچه‌های تیم ضد شیمیایی سپاه محمد رسول الله وارد عمل شدند. نمونه برداری شد، تیم‌های انتقال کار خودشون انجام دادن، در بخش ارزم حضور درمان در خارج از مترو تیم‌ها دارن کار شستشو و رفع آلودگی دارن انجام میدن و در حال حاضر مرحله دوم آغاز شده. 20 دقیقه از انفجار شیمیایی نگذشته بود که عامل این عملیات تروریستی دستگیر شد. شخصی هم که در واقع اقدام به اجرای عملیات تروریستی داشت، با توجه به تجهیزات و امکاناتی که وجود داشت برای شناساییش اقدام شد که نسبت دستگیری اون فرد هم در واقع اقدام شد و در حال هدف ما در نهایت از اجرای مانور ارتقاء توان برای کلیه دستگاه ها از جمله نیروی انتظامی در اجرای مانورهای مشابه هستش. ساعت 1:10 بامداد، کار پاکسازی ایستگاه به پایان رسید. اول کاری که شناسایی رو انجام دادیم، بعد اومدیم منطقه رو محدود کردیم، از طرف رفتار جلوگیری کردیم، اومدیم بسیار رفالگی انجام دادیم و در آخر هم کشف و سنجش رو باید کردیم که مطمئن شیم منطقه کامل رفالگی شد. حالا نوبت گروه های امدادی از قبیل هلال احمر و اورژانس بود که کارشون رو انجام دادیم. الان مشغول چه کاری بودیم؟ داشتیم پریاز میکردیم، وضعیت مصموم رو چک میکردیم، وضعیت بحرانیه، باید انتقال بدیم به هوای آزاد. بحث رسیدگی به بیمار تو هر بحرانی که به اون صدمه‌ای که بهش وارد میشه، فقط وظیفه‌ش اینه که مریض از اون حالت بحران در بیارن، کارش استیبلش بکنه و انتقالش رو به بیمارستان. برای همین آموزش کامل دیدم بهش. حوالی ساعت 2 بامداد بود که مانور مقابله با عملیات تروریستی شیمیایی با موفقیت به اتمام رسید. آخر کارم برای اینکه اعلام کنیم که محیط اهداف پاک و عامل دیگه وجود نداره، دوباره این کشف شناسایی رو انجام میدیم. اون به امید خدا که تموم شد و محیط پاکه. همه اینا میره واسه که روش بخار میاد، بخار 200 درجه باعث میشه که این عواملی که روش هستش رفع آلودگی بشه. 80% به عنوان مسئول پدافند غیر عامل سازمان پیشتیم مدبر شهر تهران از عملکرد تمام، هم از حضور به موقعشون هم واکنشی به موقعشون من راضی بودم.